کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصا برای کانال شبنشینی هالو تهیه شده است آجی بابا در لندن نوشته جیمز موریه جلد دوم فصل بیست و دوم آبتنی کردن ایرانیان در شارع عام و قوقایی که به پا می کنن. چنین به نظر می آمد که ستاره نس در آسمان اقبال ما پدید آمده زیرا علاوه بر حوادث ناگواری که ذکر آنها را و باعث برهم خوردگی و آشفتگی سفیر در منزل شد ماجرای دیگری پیش آمد نمود که بر کج خلقی بی افزود و راه را برای بازگشت ما هم بار یک شب سفیر تنها در اتاقش نشسته بود و به اقبال بعد. و مشکلاتی که در مأموریتش پیش آمده بود میاندیشید و دوشنام میداد و نقشه بازگشتن به ایران را می‌کشید که مهماندار با چهره‌ای برافروخته و در هم وارد شد. سفیر بلادرنگ پرسید چه اتفاقی رخ داده؟ از ایران خبری رسیده، شاه مرده است. اتفاق مهمی رخ نداده، فقط در خیابانها شلوغ و آشوب برپا شده است. سفیر گفت الحمدلله از قیافه که گرفته بودی پنداشتم مصیبتی به بار آمده البته اتفاقی که افتاده تا اندازه به شما رب دارد از شنیدن این خبر میزافی از زیاد جست و نفستنان به سرعت چند سؤال پی در پی از مهماندار کرد و او نیز گفت حقیقت امرون است که آنچه پیش آمد کرده ممکن است به جاهای باریک بکشد ولی فعلا مثل اینکه چندان مهم نیست چند دقیقه پیش شخصی شتاب زده و پریشان حال نزد من آمد و اظهار داشت در حالی که مشغول قدم زدن در خیابان پیکادلی بوده مشاهده می نماید نزدیک گرین پارک و حوزچه آن جمعیت انبوهی گرد آمدهاند و هنگامی که نزدیکتر می شود ملاحظه می نماید چند نفر ایرانی که گفته می شود، از همراهان سفیرند آنجا ایستاده یکی از آنها در حوز رفته و تازیر گردن را در آب فرو برده و دیگری که غلام سیاهی بوده ایستاده از دباس های مواظبت مردم از این عمل زشت و خارجت از نزاکت که در یکی از شباره عام رخ داده از سخت براشفته و نسبت به این کار ابراز تنفر می بدین معنی به کسی که در آب بوده لوله های نکتیز کاغذی پرتاب می و غلام سیاه را نیز تنه زده روی زمین می اندازند. این قضیه ایرانیان را سخت عصبانی می کند و غلام سیاه که جنگجو بوده خنجر خود را از خلاف درآورده حلما مبارز می طلبد. کم کم کار به جاهایی نازکتری می کشد و مردم نیش رو به جمع آوری قوا و چوب و خنجر رو غیره می در این وقت بود که آن شخص به خانه من میآید تا مرا مطلع سازد و دیگر نمیداند پس از آن چه شد. حال ممکن است پیش خدمت های خود را احضار کرده و توضیحات بیشتری از آنها بخواهید. این داستان واقعا خشم سفیر را برانگیخت موهای صورتش پف کرده و رنگ چهرش برافروخته بود و می این کار کار سید جاکش و بیغیرت است میکشمت جگرت را پاره پاره میکنم آنگاه چشمش به من افتاد و گفت سید را صدا کن و سایر پیشخدمتا نیز بیایند تا اعترافاتش را بشنوند سید یعنی غلام سیاه جوانی خوشهی کرد ورزیده و شاداب بود بدون اینکه آثار شرمندگی در چهرهاش باشد در حالی که قسمتی از لباسش پاره و کسیف شده و گویی روی زمین قلتیده از ظاهر شد و علوی او دوستش تقیه فراش که دارای ریش و زلف انبوه و چهارشانه بود ایستاد به نظر می رسید لباسش را به عجله پوچیده زیرا یکی دو تکه آن را اصلا ببر نداشت و بقیه نیز نامرتب بودند پشت سر آنها پیش خدمت ایستادند سفیر قردش پرسید بدر در سگ چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاده چه کسافت کاری کرده اید؟ مگر بناس من, من هر روز در سرزمین بیگانه ناظر افتضاحات شما باشم با به رویم بریزد بریشم قسم اگر مرتکب خطایی شده باشید پیش چشم این فرنگی ها و همه مردم دنیا سر از تنتان جدا خواهم ساخت و نشان می دهم که ما معنی عدالت را خوب می دانیم. چه خبر شده حرف بزن؟ سید گفت چه میدونم چه خبر شده من و تقیه و فریدون دلاک در خیابان قدم میزدیم که چشممان به آب افتاد هوا خیلی گرم بود مثل هوای اسفان تقیه گفت از وقتی از ترکیه قدم بیرون نهاده حمام نگرفته است و به علاوه چون آب زلال بود پیشنهاد کرد در آن استهمام نماییم چون ضرری از این پیشنهاد ندیدیم موافقت خود را اعلام داشتیم و او اول لخت شده و در آب رفت درست است که ما لنگ نداشتیم ولی من پیش خود گفتم این فرنگی ها چه میدانن لونگ چیست و برای چه به کار به هر حال تقی آهست آهسته تو آب فرو رفت اما هنوز خود را در آب نکرده بود که جمعی به تماشای ما ایستاده شروع به اهانت کردن و سنگ زدن و ما را کلیمی خواندن کردند و مرا هم به زمین افکندند وقتی ما را کشان کشان می بردن تصور کردن ما را به سلاخ خانه می برند و بکشند اما در این وقت یک آقای انگلیسی دخالت کرد و ما آزاد شدیم ولی من چاقویم و تقی کمربندش را از دست دادیم این بود اصل قضیه و من دیگه حرفی ندارم سفیر خطاب به تقی گفت تو را به سر من قسم داستان همین است که سگت نقد کرد تو هم که مرد پخته هستی چنین کارهایی میکنی آخر تا کی دنیا خالی از علاق نیست برو که تو هم ریشت را با ریش بز عوض کرده ای تقی گفت اگر حمام گرفتن گناه است ما هم گناهکاریم ولی آب نعمت خداست و متعلق به همه چیز و ما فقط به قوانین و عادت خودمان آشناییم ولی اگر این فرنگی ها قوانین کشورشان را به ما می آموختند آن ما هم مراعات می کردیم سفیر از روی تمسخر گفت تماشا کن چطور فراش فیلسوف از عذاب در آمده ماشالله. ماشالله لغمان بهتر از این نمیتوانه سخن براکنی کند سپس رو به سید کرده پرسید خب دلاق کجا رفت به مجرد اینکه دید ما را سنگ باران میکنند فرار کرد و هنوزم باز نگشته صفی گفت تازه او خوب کادی کرده و شجاعت به خرج داده است تو چرا همان کارو نکردی و چاقو کشیدی حرف بزن پدر سوخته چاقو را اگه به کار نبری که فایده نداره و منم در دفاع از خود از اون استفاده کردم سفیر خطاب به مهماندار گفت حالا چه باید کرد؟ واضح هست که اینها حس تشخیص و قضاوت ندارند و تصور میکنند سر تا سر عالم ایران است و به همان چشم که به آبهای ایران نظر میکنند به آبهای انگلیس هم نگاه میکنند اینها یک کشور را با کشور دیگر تمیز نمیدهند و میپندارند همه مردم یک جورند خلاصه شعورشان کم است و نادانیشان بسیار اگر فکر میکنی لازم است مجازات شوند بگو اگر حکومت انگلستان در تصاحب سرهای اینها خوشنود خواهد شد بگو تا همکنون آنها را تحویل دهم اما ما طرفدار جدی عدالت هستیم و خلاصه معتقدیم کار را که کرد آن که تمام کرد مهماندار نطق قرایی راضی به عدالت ایراد و در خاتمه تقاضا کرد دیگر در این باره چیزی گفته نشود و به ما نیز آور شد که انگلستان ایران نیست من نتوانستم در, در مقابل حرفهای مهماندار سکوت کنم از فرصت استفاده کرده گفتم آقا شما از آزادی در کشورتان صحبت می کنید؟ اما اتفاقی که چند لحظه پیش رخ داد به حساب چه میآورید؟ دو آدم بیچاره که از شدت گرما نزدیک به هلاک شدن بودند و به خاطر اینکه از نعمت خدادادی استفاده کرده اند مورد اهانت و اصابت سنگ قرار می گیرم. شما چگونه این مسئله را توجیه می مردم سرزمین شرق هرگز چنین کاری نمی کنند. آشکار بود مهماندار از این حرف ناراحت شد ولی در عوض بقیه حاضرین خنده پیروز مندانه آوردهاند و در فیروزی ما شریک شدند. او چیزی نگفت و از اتا خارج شد و ما فرصت را قنیمت شمرده دق و دل خود را از آن چه در انگلستان دیده و شنیده بودیم در آوردیم و سفیر نیز با ما هم صدا شد سفیر دست های خود را کشیده یک دو مشت به سینه کوبید و چند خمیازه کشیده و گفت آه, آه خسته شدم درم میمیرم هر روز یک مصیبتی برایم پیش آمد می کند. دلم میخواست لگت به گور ایل چیگری می زدم. راستی روزی که سرزمین ایران را ترک کردم روز نحسی بود این همه راه را آمدم تا روی خود را سیاه کنم شما هم که زندگی را بر من تلخ ساخته اید کفار مرا دوست دارند و خالصانه میگویند من یک مرد تمام ایار هستم اگر مرا تنها میگذاشتید که در گوشه ای بخزم هیچ اتفاقی رخ نمیداد ولی شما آرامش مرا بر هم میزنید خلاصه ای کلام این است که ما بایستی به کشورمان بازگردیم و وقت آن هم رسیده ایران کشوری است که اقلا می در آن زندگی کنیم در آنجا هر روز خورشید عالمتاب تاب را می بینیم و همه با هم ساده و بی آلایش زندگی می کنن. در حرم سرای خود از امنیت برخورداریم و به جز شاه به اهدی تمکین نمی کنیم همگی ندا بردن که بله بله ارباب بیایید بازگردیم اگر این وزرای پدر سخته انگلیس جواب نامه را که حامل آنها بودم دادند و مذاکراتی که به خاطر آن رنج این سفر را تحمل کردم پایان یافت با شما خواهم آمد و الا تو حاجی بابا سرپرستی هیئت را به عهده میگیری و عظیمت میکنی و من با دو غلام خود اینجا خواهم ماند و بعدم به وسیله چاپار میآیم این نخستین نسیم دلپذیری بود که از جانب رئیس ما میوزی و ما را سرخوش ساخت درست است که من یگانه حامی خود صدر اعظم را از دست داده بودم ولی به لطف و محبت ملوکان و امید داشتم و علاوه استاد زبان شده و بعد از سفیر کسی را رقیب خود نمیدانستم آرزوهای فراوانی داشتم فصل 23 و سوم دادن محبوب و سید دلفریب را و ماجرای حسادت و غیرت میرزا فیروز. تصمیم سفیر دایر بر جدایی از برده و سوگلیش یعنی دخترک چرکسی هنوز نامعلوم بود او زن و تا آنجا که میدانستیم دانستیم یگان زن در نوع خود به شمار می رفت که تا آن زمان قدم به خاک انگلستان نهاده بود میرزا فیروز فکر می کرد اگر ویر آزاد بگذارد که بدون محافظ به گردش بپردازد به ممکن است اسباب بدنامی شود شاید هم به اندازه کافی به من اعتماد نداشت که به من سپاردش و بلاوه نمیخواست سید و محبوب را نیز از خود دور سازد زیرا به آنها و خدماتشان احتیاج داشت از این رو خود را بلا تکلیف و بیار یاور میدانست و دچار سرگیجه شده بود ضمنا دخترک نیست تا آن زمان خطایی مرتکب نشده بود که باعث عدم رضایت آقایش قرار گیرد و بهانهای به دستش بیفتد بلکه بالعکس مانند یک زن مؤمنه کلیه تکالیف مذهبیش را به جا می آورد. وی ابدا پا از خانه بیرون نمی نهاد و حتی به ندرت از اتاقی که از بد ورود در انگلستان در آن اقامت کرده بود بیرون می آمد. دلفری هنوز با انگشتانش غذا می کرد و با دقت و وسواس تمام دستایش رو می شست و همیشه به موقع نماز می گذارد و مانند یک کنیز خوب لباس سفیر را می و یا وصله می کرد. اما اتفاق پیش آمد کرد که گرچه ناگواری های تازه و بیشتری برای سفیر به وجود آورد. اما باعث شد تا تصمیم خود را مبنی بر باز فرستادن دخترک چرکسی اتخاذ کند. در انگلستان خانه های شهری طوری بنا شده که یک نفر ایرانی مسلمان به سختی میتواند حرمسرایش را از چشمانداز و احیانا چشم چرانی دیگران در امان بدارد شوهرهای انگلیسی بر اینکه همسرانشان را از چشم چرانی بیگانگان پوشیده دارند پارچه های نازک به پشت در و پنجره ها می در حالی که دیوارهای زخیم و بلند حرمسراهای ایران باز هم نمی توانند رضایت مردان و شوهران ایرانی را فراهم سازند از غذا پنجره اتاقی که دخترک چرکسی در آن اقامت داشت مشرف بر چند امارت بود و از نخستین روز ورود ما هر روز فرنگی ها سر میکشیدند و میخواستند می از داخل خانه سفیر چشم چرانی کنند البته اگر یکی از آن کاکل به سرها به چنگ ما میافتاد حالیش میکردیم در حرم سرای شخصی و خصوصی دیگران نظر انداختن یعنی چه آن وقت به کف پاهایش چوب میزدیم که راه رفتن فراموشش شود یک شب سفیر از یک مجلس مهمانی برخلاف معمول زودتر آمد از اینکه درب خانه را محکم به هم کوبید معلوم بود خیلی عصبانی است هنوز وارد نشده بود که سراغ غلامان سیاهش را گرفته کلمات سید،, سید, کجاست محبوب کجاست در سر, سر پیچید برده های بیچاره در حال خواب و بیدار در حالی که نفس در سینهشان حبس شده بود پیچ دویده پرسیدند چه فرمایشی دارید چه فرمایشی دارید اینک شرف آنچه گذشت سفیر احمقهای بیشعور کجا بودید برده ها خواب بودیم سفیر دلفریب کجاست محبوب خوابیده سفیر اورم آیا آنچه شنیده هم صحت دارد امروز دلفریب را قلقلک داده اید برده ها ما او را قلقلک دادی؟ نه سفیر به ریشم قسم میخورم دست زیر ریشش کرده آنها را در مشت گرفت که اگر دروغ بگویید هر دو شما را به میخ میکشم کفار دروغ نمیگویند یکی از آنان چند لحظه بیچاره اظهار داشت از پنجره دیده یکی از شما پهلوی طرف راست و دیگری طرف چپ و او را قلقلک می کرده ای؟ این خبر حقیقت دارد یا نه؟ قبل از اینکه زبانتان را ببرم زود حقیقتش را بگویید. محبوب و سید چند لحظه به همدیگر خیره شده. آنگاه محبوب گفت بله اجازه فرمایید عرض کنم این خبر حقیقت داشته ولی قصد ما خوشخدمتی بوده است. سفیر؟ چطور؟ سفیر در مورد جدا شدن از برده و سوگالیش یعنی دختره که چرکسی دلفری هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نکرده بود زیرا فکر میکرد محبوب گفت دلفری خیلی افسرده و غمگین به نظر میرسید و گریه میکرد و اظهار میداشت از زندگی خسته شده و هرچه کردیم با حرف دلداریش دهیم آرام نگرفت تا بالاخره ما ویدا نزدیک پنجره برده خلقلکش دادیم سفیر دیوانه ها کسی تا کنون چنین کاری کرده مگر هزار بار به شما نگفتم او نبایستی نزدیک پنجره شود و کافر نبایستی او را ببیند چرا اطاعت دستورات را نمی کنی؟ سید این کاریش ضرری نداشت چه در آن حواله مرد بیگانی دیده نمیشد و هوای آزاد دم پنجره حالش را بهتر میساخت سفیر اگر حالش را خوب کرد پس چرا قلقلکش دادید؟ سید آخر او احتیاج به تکان کردن و ورزش داشت سفیر اگر بیش از این اینجا بمانم نه اش هم را از اینجا بیرون خواهند بود گستاخی محمد بیک همام گرفتن تقی و سید در شارع عام قلقلک دادن دخترک دیگر روح مرا خسته و فرسوده ساخته دلفریب را با بقیه شما به ایران خواهم فرستاد و از آن پس آزاد خواهم بود دور شوید دور شوید روز بعد نیز گفتگوی ما درباره بازگشت به ایران دور میزد و چون دختر چرکسی هم اجازه مرخصی داشت به نظر می رسید دیگر دلیلی برای تأخیر مسافرت نیست از این رو با شعف زاید الوصفی وسایل بازگشت را فراهم ساختیم زینها و افسارها را در صندوق گذارده بستیم تپانچه ها را که از بد به ورود به گوشه انداخته بودیم و به اندازه یک انگشت خاک روی آن را گرفته بود گردگیری نموده آماده کردیم خلاصه بار دیگر هر چیز شکل ایرانی به خود گرفت چون شاه قسمتی از هزینه سفر سفرای انگلیس را در قلم رو به خود می پرداخت دولت انگلیس هم تقبل نمود معامله به مست نماید با وجود این با وجود این بدهکاری های دیگر باقی مانده بود که سفیر تصمیم گرفت قبل از عزیمت ما تصویه کند وقتی در شهر خبر مسافرت ما شایع شد الله اکبر که چه قوقایی به پا حجوم دسته دست مرد و زن که هر یک قطعه کاغذی در دست داشتند شگفت بود هر تکه کاغذ ارزش مخصوصی به خود داشت که سفیر ناچار می وجه آن را می پرده. درست است که تا آن زمان میرزا پیروز دست به کیسه های پرپول که با خود داشت آشنا نکرده بود اما وقتی قرار شد وجه یکی از پته ها را کارسازی نماید دستش لرزید و به گوشه نشست به فکر فرو رفت اگر در ایران بود این مشکل به آسانی حل میشد زیرا فرزن پول نداشتیم و یا مایل به پرداخت آن نبودیم گندم، روغن، تنباکو و غیره به جایان می دادیم و اگر احیانا لازم می پای طلبکار را لای چوب و فلک می و قضیه خاتمه پیدا می آه. ولی در اینجا چنین کارهای مشکل به نظر می آمد. به مجرد اینکه خواستیم تخفیف بگیریم و چانه بزنیم طلبکار را تهدید کردند که به ملاها و قضات شکایت خواهند بود یکی از صورت حسابها آنقدر غیر منصفانه بود که ناچار از مهماندار خواستیم توضیح داده و چاری بیندیشد صورت حساب متعلق به نقاشی بود که اظهار می نمود اسب سفیدی را که سفیر به شاه فرنگ هدیه کرده بود کشیده و مزد خود را درخواست می کرد پس از ذکر اقلام درشتی بابت قیمت رنگ روغن قلمو و غیره مبلغ معتنابهی به عنوان دستخوش مطالبه می کرد سفیر به مهماندار گفت این دیگه چه مسخره است شما بدتر از ترک کرده اید که پس از خوردن شیره ها و لبنیات دهقانان که به زور از آنان گرفتن تازه به اصطلاح خودشان بابت زحمت دندان مطالبه وچه نقد می کنند. اگر قرار باشد من هم میتوان... اگر قرار باشد من هم می توانم مبلغی از مزد دندان پزشک که مثلا دندانم را کشیده بکاهم و فقط یک دست خوش تحویلش دهم. مهمان دار توضیح بیشتری از نقاش خواست و او گفت برای اینکه بتواند تصویر اسب را بکشد مجبور بود روی زمین بنشیند ماننده که میخواهد شکل خانهای را ترسیم کند با این تفاوت که اسب لگت میزند و هر آن ممکن بود مغز نقاش را متلاشی کند و البته انتظار داشت میرزا فیروز این مشکلات را در نظر بگیرد گرچه شگفت می نمود ولی ناچار بودیم هر چه طلب می کرد می فردا. چه فهمیدیم؟ صورت حساب در دست اشخاص به همان اندازه معتبر است که فرمان شاه هر دو اجتناب ناپذیر فصل 24 ماجرای سیغه کردن فریدون دختر سابون پز را و دو هزار تومانی که مطالبه می کردن. علاوه از مشکلاتی که در راه پرداخت صورت حساب‌ها پیش آمد اتفاق ناگواری هم رخ داد که نشانه بی دیگری به شمار می ده. اصلا گویی ستاره نحسی که انگام عظیمت از سیمرانا در آسمان وقت ما ظهور کرده بود نمیخواست در انگلستان هم ما را رها کند در امان هیزو بیز و شلوغی که سفیر و نوکرهای مخصوصش سرگرم مجاب کردن صندوق ساز بودند که بابت ساختن یک جفت یخدان آنقدر مطالبه می کرد که با همان مبلغ امکان داشت خانه در ایران ساخت پیرمردی بدقیافه به اتفاق یک زن که ظاهرش دلالت بر تباهی و فساد اخلاقش می همراه با مردی کوتاهقط و سیاهپوش وارد شدند. معلوم شد فریدون به آن زن قول ازدواج داده و آنها آمده بودند از وی نزد سفیر شکایت کنند که به قول خود وفا نکرده است فریدون یکی از جوانان باهوش به شمار میرفت و همیشه دور از چشم دیگران خود را مشغول کرد و برخلاف رفقایش هیچگاه از زور بیکاری دانه های تسبیح را این طرف و آن طرف نمیانداخت او انگلیسی را بهتر و سلیستر از ما آموخته و کلمات و جملات عاشقانه آن را خوب میدانست پیرمرد شاکی سازنده یک نوع صابون جدید بود که تازگی اختراع نموده و پس از ورود سفیر به انگلستان به فکرش رسید که برای اهمیت و تبلیغ جنس خود از سفیر درخواست کند که دروغی ببافد و خود را پدر صابون معرفی کند سفیر که میپنداشت این یک نوع تعارف فرنگی است پیشنهاد او را پذیرو و به فریدون دستور داد به کارخانه رفته دروغ مذکور را تأیید و اضافه کند که تمام کودکان ایران آن را استعمال می کنن. فریدون که با آسانی می توانست ریش هر کس را در اختیار خود بگیرد و با آن بازی کند به زودی تر دوستی را با سابون پزم داخت و موفق شد مقداری سابون از او بگیرد و چون سابون پس دوستان زیادی در بین سلمانی ها داشت با آنها هم به زودی رفیق شد و توانست تعداد قیچی، تیغ دلاکی، چاقو و غیر از آنها دریافت کند و در عوض طرز رنگ کردن سر را با حنا و به شیوه ایرانیان به سلمانی ها که به اعتراف خودشان خیلی ساده و خوب بود یاد داد. علاوه بر آن طرز صابون زدن و مالش دادن در حمام را نیز طی چند جلسه درس با آنها فرنگی ها آنقدر از هنرنمایی فریدون راضی و خوشحال بودند که پیشنهاد دادند دکانی برپا کند و هنر خود را در معرض تماشا و استفاده همگان بگذارد و ضمنا پولی هم دریافت کند شاید اگر ترس از میرزا فیروز نبود پیشنهاد را میپذیرفت او آنقدر در تعریف و توصیف هممام های ایرانی داد سخن داده بود که کم کم فرنگی ها معتقد شده بودند پیشرفت هر کشوری بسته به وجود چنان هممام است. این رفت و آمد اندک اندک باب عشق را بین فریدون و دختر سابون پس گشود. راستی مگر از یک مرد عذب در چنان شرایطی غیر میتوان انتظار داشت. چنین بود ماجرایی که سفیر در موقع بحرانی گرفتار شده بود مردک کافر چیزهایی میگفت که چون شباهت به سخنان و رفتار هموطنان خودمان داشت دچار شگفتی شدیم او میگفت چون فریدون قول ازدواج به دختر سابون پز داده و سر قول خود نایستاده او تمام امیدش را از دیگرین که بتواند ازدواج کند از دست داده زیرا قبل از آن خواستگاران ثروتمند بیشماری از سنف سلمانی داشت که در صورت عدم رضایت دخترک حاضر بودند او را دزدیده و با خود ببرند خلاصه اینکه در ازای این همه خسارت و اهانت مبلغ دو هزار تومان مطالبه میکرد وقتی چنین مبلغ هنگفتی مطالبه شد سفیر فریاد برآورد بریش هم قسم که این یکی دیگه از تمام مصیبت ها بدتر و سختتر است این کافر از هر قاسبی که در ایران بتوان نظیرش را یافت بی انصافتر است سپس خطاب به فریدون ادامه داد پدر سک این چه خبری است که میشنوم کی به تو گفت در شهر ولگردی کنی و قول قرار ازدواج بگذاری فریدون که از تعجب میخواست شاخ ترابرد گفت چه قولی چه ازدواج حقیقت امر آن است که یک روز از این زن سوال کردم حاضر است به مدت دو ماه سیغه شود و من از کجا می توانستم بفهمم که بابت چنین حرفی بایستی دو هزار تومان پرداخت و و بلا قول ازدواج به او ندادم فقط از وی خواستم سیغه شود حال ملوزه بفرمود چه محشری به پا شده است در این وقت هم همه عجیبی برخواست و اگر مهماندار سر نرسیده بود برای خاموش کردن آنها شیوه ایرانیان را به کار می بستیم و چند لنگ کفش حوالی دانش می کردیم. وقتی قاسبین خدا نشناس یکی از هموطنانشان را دیدند که به کمک ما شتافته از تجرب زبانشان بند آمد و آن مردک کوتاه قد و سیاه پوشت مانند بوجار لنجان تغییر جهت داد و تبسم کرد مهماندار با اندکی دشواری آنها را بیرون کرد و بعد به سفیر گفت قضیه خیلی روشن است و آن مرد سیاپوش وکیل دعاوی بود و اگر می توانست قضیه را بر له موکلینش ثابت کند حکمش از حکم و فرمان شاه قوی تر بود سفیر گفت تو را به خدا حق و عدالت در این کشور کجا رفته مگر هر آدم بنجلی که دختر ترسیده داشته باشد میتواند به زور او را به یک نفر آدم غریب و بیچاره بچسباند یا از او اخخازی کند مگر در این مملکت همه درباری و از وابستگان شاه هستند مهماندار گفت نقض پیمان زن و شویی در اینجا یک مسئله جدی تلقی میگردد قوانین ما حقوق زنان را محترم میشمارد حال قوانین شما چه میگوید ربطی به اینجا ندارد محمد که در آن نزدیکهایی ایستاده بود اظهار داشت در مملکت ما زنی که به زور و عنف مردی را مجبور سازد با او ازدواج کند زن واقعا شجاعی باید باشد وقتی زنی را که در چهار دیواری حرمسرا آوردند دیگر آقا و سرور او شوهرش می باشد و از آن پس باید پی کتک و قصه خوردن را به تنفیش بمالد وقتی از این ماجرا فارغ شدیم باز به سراغ صندوق ساز که حاضر نبود حتی یک دینار ناقابل از مبلغ درخواستی خود بکاهت رفتیم پس از آن پس از آن عده دیگری کاسب و پیشور از قبیل خیا کفاش بیراهندوز و غیره در حالی که هر یک قطعه کاغذی در دست داشتن حجوم آوردند حشم از اینکه صاحبان آنها مندرجات کاغذها را وحی منزل و آیات غیرقابل تغییر کتاب مقدس میدانستند بالاخره با کمک مهماندار که شهر مبسودی درباره شاه ایران و نمایندگانش به طلبکاران داد تا اندازی از شدت آنان کاست و به آرامی پول خود را گرفته مرخص شدند در بین آنها مردی بود که دست بردار نبود از هنگام ورود ما به آن شهر مرتب مزاحم میشد او که آدم چهارشانه و بیهیا و از طبقه پایین اجتماع به شمار میرفت چهرهای سرخ و لباسهایی به شکل پالتو پوستی قبخازی ها به برداشت و یک پیشبند دو طبقهی به خود بسته بود و ما راستی نمی توانستیم بفهمیم و از ما چه می حرفش این بود که دروازبان یکی از خیابان هاست و هر روز و هر شب آنجا کشیک می و از بد ورود ما از پای سفیر از دروازه عبور کرده بدون اینکه یک پول سیاه بپردازند چون آن مرد خیلی سمج و کل شق به نظر می از او سوال شد مگر از نوکران شاه است که اینطور پرزور می باشد ما تصور کردیم او راهدار و مأمور جمعآوری مالیات چهارپایان است ولی او گفت وابسته به دربار سلطنت نیست بلکه از طرف هیئت متولیان آمده به طوری که از سخنانش مستفاد میشد هیئت متولیان را مقامی بالاتر از شاه میدانست زیرا مرتب میگفت هیئت متولیان چنین گفته هیئت متولیان چنان گفته بالاخره سفیر فریاد کرد ما شاهی به جز جورج نمیشناسیم ما تا کنون اسم هیئت متولیان را که شاه تو هستن نشنیده ایم بنابراین تو را به خدا ما را راحت بگذار و پی کارت برو کلیه جادا برای سفرا باز است و این یکی از قوانین خیلی قدیمی و مورد احترام کلیه ملل جهان است سفرا ها شخصیت های محترم و مقدسی می باشن و کسی صد راه آنان نمی شود او دست بردار نبود و مرتب از هیئت متولیان صحبت می کرد و می گفت چون خزانه دار هیئت است اگر مبلغ درخواستی را به صندوق نپردازد ناچار باید از جیب خودش کارسازی کند میرزا فیروز پس از آنکه از طرف مهترهایش اطمینان حاصل کرد که اینها از دروازه مورد بحث گذشته و تا کنون پولی بابت آن پرداخت نشده برای اینکه روابط دو کشور حسنه باقی بماند تصمیم گرفت مبلغی به او بپردازد و قضیه را خاتمه دهد بالاخره پس از مشورت بسیار و توضیحاتی که مهماندار داد که آن شخص مسئول حفظ نظم و عبور و مرور شهر است و با راهداران ایرانی تفاوت دارد قرار شد خود مهماندار حتی صلاح میداند او را راضی سازد این پامیانی بجا ما را از مشکلات عدیده که در پیش داشتیم خلاص ساخت و دیگر مانعی در راه عظیمت ما دیده نمیشد و ما ضمن آماده شدن برای بازگشت خود را در پناه خدا نهادیم فصل بیست و قبل از عزیمت حاجی بابا از خانواده حوک دیدن میکند، سکه طلایی که به بسی تازه عروس می دهد و ماجرای بوسه که در عوضش میگیرد. کشتی برای بردن ما به قسطنطنی آماده بود و ما هم اساسیه و لباسهایمان را بسته برای حرکت دقیقه شماری می کردیم. ولی تصمیم داشتم قبل از اینکه خود را در پناه خدا و اختیار امواج دریای بیکران قرار دهم برای آخرین بار از بسی ماهرویم دیدن کرده و گرچه دل خوشی از خانواده هوک نداشتم محازا میخواستم اگر خطایی از من سر زده طلب بخشش کنم چون پادشاه انگلستان قبل از عظیمت هدایایی برای یکی یک ملتزمین سفیر فرستاده و من دارایی بیش از صد تومان پول و لباس فاخر شده بودم اندیشیدم که دیگر شایستگی و برازندگی آن را دارم لقب میرزا را به جای بعد قبل از اسمم بگذارم و تا آنجا که مربوط به شکل و قیافه بود کسی تا آن زمان کوچکترین ایراد و انتقادی نتوانسته بود بگیرد بنابراین یک روز صبح زود با اطمینان خاطر راه خانه هوک را در پیش گرفتم مقابل خانه هوک رسیدم برخلاف آنچه در انگلستان معمول است تعدادی کالسکه آنجا دیدم رانندگان کالسکه هر یک نواری از پارچه سفید به دور کلاهشان پیچیده بودند از پیش خدمتی که درب را به رویم گشود پرسیدم چه خبر است عروسی از دوشیز بسی به خانی شوهر می روید. گرچه مدتا ریاضت کشیده بودم تا احساسات و عشق خود را نسبت به بسی فراموش نمایم ولی با شنیدن این کلمات خون به صورتم ریخ و قلبم تپیدن گرفت میخواستم بازگردم ولی زنی که مرا شناخته بود سر خود را از پنجره بیرون آورد و گفت به با به شاهزاده است خودش است آنجا ایستاده است این زن ماماهوک بود که فوری از پله ها پایین دوید از من خواست که داخل شوم و آنقدر تا آروف و خوش آمد گفت که بی اراده به دنبالش به مجلس مهمانی رفتم چه بگویم که چه دیدم عده ای زن و مرد که بهتر از معمول لباس پوشیده و خود را آرایش داده بودند اما در چهره هایشان آثار غم و اندوه خوانده میشد بسی را که بین دو خواهرش در حالی که جمعی از دختران باکره آنها را نگینوار در بر گرفته بودند دیدم دختران لباسهای سفید به تن داشتند و بسی نیز یک پیراهن بلند سفید به تن داشت و بر صورتش یک توری سفید انداخته بود اما اگر دامنهای کودهای زنان انگلیسی ساق پایشان را میپوشانید آن توری هم صورت بسی را پنهان می کرد. بیچار عروس بیش از هر کس دیگر محزون و غمگین به نظر می آمد. دیگر اثری از آن نگاه های گیرا که چهرش را آنقدر شاداب جلوه می داد نبود. او لاغر شده از بس گریه کرده بود چشمانی مانند تشت خون داشت. خیلی تعجب کردم. ازدواج در کشور ما نشانی شادمانی و سرور است اما در اینجا از مرحله نخست آثار بدبختی و ادبار به چشم میخورد پس از اینکه به یکایی که, هزار حزار معرفی شدم ماما قضیه را رو برایم روشن ساخت خوب پرنس میبینی که میخواهم بشی را به خانه شوهر بفرستم او دختر نازنی و خوبی است نقاشی بلده است و صدای دلکشی هم دارد و به جرأت میتوان گفت زن خوبی خواهد شد شوهرش نیز پولدار است و قرار است کالسکهای در اختیارش بگذارد و هر قدر هم بخواهد میتواند خرج کند من به انگلیسی گفتم گریه پس چرا میکنی بسی مدم او پرنس این از جمله نازها و اداها و دلیل حماقت دختران است او از اینکه از ما می شود متأثر است زیرا نمی تواند پدر و مادر و شوهر را یک جا داشته باشد شوهر بسی کجاست پس از این سؤال انتظار داشتم رقیب خودساز و بیریش مرا به من نشان دهد ماماهوک در پاسخ گفت مرسوم است که خانواده عروس و داماد در کلیسا یکدیگر را ملاقات میکنند و از من دعوت کرد همراه آنها بروم و مراسم برگزاری عقد کنان را از نزدیک مشاهده نمایم و من که دیگر امید خود را برای تصاحب بسی از دست داده بودم دعوتش را پذیرفتم نزد عروس غمگین رفته گفتم خداوند به شما صحت و طول عمر عطا فرماید و هر روز بر خوشبختی و سعادت خانوادت بیفزاید خداوند به تو نعمت فراوان و به شهرت زیبایی و عدم حسادت ارزانی دارد و بچه های شما را از چشم حسود و حسد محافظت نماید آرزو مندم خواستای تو برآورده شود و از لباس و خوراک و وسایل راحتی هر چه میخواهی فراهم آید و ماهها و سالها با خوشی با شوهرت زندگی کنی پس از گفتن جملات فوق تصمیم گرفتم به رسم کشور خودمان مانند یکی از بستگان عروس عمل کنم بدین معنی که یک سکه طلا کف دستش نهادم اما وقتی خواستم پیشانیش را ببوسم به مجرد اینکه ریشم به صورتش مالید با دست مرا عقب زد ماماهوک با لحنی آمیخته به شوخی و جدی گفت او پرنس چه کسی این کار را میکند که شما کردید آقای هوک ملاحظه کردید پرنس میخواست خانم فیگبای را ببوسد پاپا هوک در حالی که تبسم بر لبانش بود پیش آمده گفت آها آه شما همیشه دلتان برای دختران لک میزند پرنس عزیز حالت من در اون موقع خیلی اصف بار و ناراحت کننده بود در جواب گفتم آخو رسم مملکت خود من را به جای می آوری. سکه بده بوسه بگیر پس از آن ملا ماری خواهر مقدس بسی در حالی که سکه را در دست داشت پیش آمده با غرور و استقنا گفت خواهرم این سکه را به شما برمیگرداند زیرا چنین هدیه در چنین موقعیتی خلاف آداب ماست باز خطاب به ماماهو گفتم طبق رسوم ما طلا خوشبختی میآوری و مرد را سعادت میشوی در ایران شاه با دست خود سکه به اشخاصی مرحمت میکنی رسم خیلی خوب مادم وقتی توضیحات کافی دادم و متوجه شدن منظوری نداشتم متاسف کردیدند و خواستم با تشکرات و تعارفات خود نارضایی مرا برطرف سازند به سی سکه طلا را پس گرفت و اظهار داشت تا آخر عمر مرا به خاطر خواهد داشت و اظهار امیدواری کرد که هدیه من برای سعادت و خوشبختی به بار آورد بالاخره لحظه رفتن به کلیسا فرا رسید و دستور داده شد کالسکه ها آماده شوند انتظار داشتم همان گونه که در ایران رسم است بسی برود و اجاق خانه پدرش را ببوسد ولی انتظار من بیهوده بود از پدرش پرسیدم بسی نمی نمیبوسی اجاق شما را اجاق را ببوسد چرا اجاق را ببوسد نه ما چنین جایی را نمیبوسیم و پس از اندک تفکر ادامه داد آها متوجه شدم شما آتش پرستید و چنین کارهایی میکنید ولی نه شاهزاده ما مثل ایرانیان آتش پرست نیستیم هنوز داشتم به بی اطلاعی فرنگی ها درباره ایران و مذهب ایرانیان میاندیشیدم که خود را در کالسکه زیبا یافتم که همراه چند کالسکه دیگر به طرف کلیسا میرفت زن و مرد پیاده شدند ولی نه موسیقی نه آتش بازی نه رقص روی آتش و نه پرانی هیچ یک از این مراسم انجام نگرفت به اتاقی که خانواده داماد انتظار ما را میکشیدن رفتیم هرچه به اطراف نگاه کردم بلکه همان جوانک بیریش را ببینم کمتر یافتم از خواهر کوچکتر عروس در این باره سوال کردم ولی او فقط به تکان دادن سر اکتفا کرد که چیزی دستگیرم نشد از ماماحوک پرسیدم داماد آیندهش کدام است او گفت حضرت بالا یک دقیقه پیش او را به شما معرفی کرد آهای آقای فیگبای آقای فیگبای بیایید اینجا میخوام شما را به شاهزاده ایرانی معرفی کنم در این هنگام مرد خشنی که با رقیب قبلی من تفاوت فاحش داشت نزد من آمد تا آن روز آن را ندیده بودم و از خود پرسیدم این دیگر کیست آقای فیگبای اجازه میدهید شاهزاده ایرانی حاجی دلاک را به شما معرفی کنم سپس داماد با خودخواهی تمام در حالی که مراسم دست دادن را به جای می آورد گفت قبلا یکدیگر را در منزل دو سملار بیز دیده ایم. آن وقت بود که به خاطرم آمد همان بقالباشی است که از ثروتش آن همه صحبت می کرد و از بس بد و زشت بود. من و محمد به چند دعا خوانده به خود فوت کردیم که مواد کسی ما را چشم بزند. دیگر علت آن همه غم اندوه بسی بر من روشن شد بر من مسلم گشت او همان جوانک بیریش را دوست می داشت و تنها از روی اجبار موافقت کرده بود با این آدم بی اصل و نسب ولی پولدار ازدواج نماید راستی که یادآوری اینها قلب مرا آتش می زند و رو هم را می آذارد. و دیگر محبت پاپا و ماما از دلم بیرون رفت پیش خود می انگلیسها انگلیس ها از نژاد خوبی نیستم و همه چیز را از دریچه چشم پول می دگرن. آنها ازدواج می کنن, طلاق می دهن, جنگ و صلح می کنن و بالاخره هر کاری را به خاطر پول انجام می دهند. قسم یاد کردم که پدر بابا را بسوزانم اما درست هینی که آماده حمله بودم جمعیت به طرف نمازخانه به طرف کلیسا به راه افتادم. من به دقت به کلمات ملای انگلیسی گوش میدادم و من چیزی دستگیرم نمی شد. به علاوه سخت سر، سرگرم تماشای بسی بیچاره بودم که به اتفاق شوهر آیندهش مقابل کشیش زانو زده و اگر خواهرهایش زیر بغلهای او را نگرفته بودند محتملا نقش زمین میشد زیرا لحظه سخت و دردناکی را میگذرانید وی میبایستی کلماتی به زبان جاری کند که آن کلمات گویا سرنوشت بسی را برای همیشه به شوهرش پیوند میداد گویی کلمات را با منقاش از حلقومش بیرون میکشیدند و وقتی آخرین کلمه را ادا کرد عروس بدبخت دیگر طاقت نیاورد روی سینه خواهر بزرگش قش کرد وحشت همه را فرا گرفت و هم همه همه برخاست حقیقت آن است که از دیدن این منظره دگرگون شدم گرچه در کشور خود شاهد بدبختی های زیادی بودم اما این صحنه آن هم در انگلستان خلاف انتظار من بود چون مدت زمانی بود در انگلستان به سر برده بودم و دیگر مناظر رعب و غمانگیزی که هر روز در ایران رخ میداد فراموشم شده بود آنچه در پیچ چشمم میگذشت تأثیر زیادی در من کرد و پس از اینکه در خیال خود پاپا و ماماهوف و آن بقال کلیمی و نکبتی را حوالی جهنم کردم کلاهم را کج نهاده سیویل را به طرف بالا تاب داده با تشوانی بدون اینکه با کسی خداحافظی کنم کلیسا را ترک کردم فصل 26مراجعت حاجی بابا و همراهان به ایران میرزا فیروز مجبور شد برای فرستادن کنیزک گرجی به ایران یکی از غلامان را همراه او بفرستد بنابراین محبوب را مأمور حفاظت او نمود و ما نیز خود را حاضر نموده و لندن را به قصد تهران ترک گفتیم برای آنکه یاد بودی از فرنگی ها داشته باشیم ملافه ها و پتوها و پرده های تخت را شال کردیم و همراه بردیم تمام شرایط وداع به عمل آمد و با نوکرها و کلفتهای انگلیسی دست و روبوسی جانانهی نمودیم و سپس بر عرابی سوار شده طولی نکشید که خود را در کشتی یافتیم. در مراجعت مثل موقع ورود از ما پذیرایی نشد و ما را مانند مال و تجاره در کشتی ریختند و اسامی و اساسیه من را روی که ورقه ای کاغذ ثبت نمودند و ناخدا پایان را امضا و تعهد نمود که زنده یا مرده ما را در قسطنطنیه به نماینده ایران تحویل دهد. انگلیسی ها این مرد زهش صورت و بد سیرت ناخدا را کاپیتان می نامیدند. او به همان اندازه که از نعم بهشت بی اطلاع بود، از آداب رسوم کشور ما هم خبر نداشت. غذای روزانه ما مقداری گوشت گاو بود اما برنج و مرغ در کشتی یافت نمیشد و ما به یاد برنج های خود که از ایران آورده بودیم آه میکشیدیم هر یکی از ما را در اتاقی چون زندانیان جای دادند کنیزک بیچاره همچون یکی از اساسیه اتاق ساکت و بی حرکت نشسته بود اما در کشتی برخلاف منزل می توانست از هوای آزاد استفاده کند. همین که کفار از ورود ما به کشتی مطلع شدند با قایقهای متعدد ما را احاطه نمودند. ناخده کشتی با کمال بیشرمی از چند نفر آنها رشوه گرفت و اجازه داده بود آنچه را دیده اند بندیسند و عکس برداری کنند اما چون ما را از خود زرنگتر دیدند ناچار دست از این کار کشیدند دیگر از بدبختی ها و مصیبت های وارده در کشتی و بیمهری های ناخدا چیزی نمیگویم. اما همینقدر میگویم اگر ما مردمی درویش مسلک و لاعبالی و معتقد به قضا و قدر نبودیم از این همه ناراحتی میمردیم. گویی تمام قصه های مسلمین را انباشته و بلاعوض به ما تفویز نموده بودند. اندوه، طوفان، باران، باد، آب و نمک حتی سیلی از دست ناخدای بیره خوردیم اما همین که به مقصد رسیدیم همه اینها را فراموش کردیم و زندگانی را از سر گرفتیم گویی اسفنج فراموشی تمام غم و اندوه را از خاطر ما سترده بود کنیزک گرزی در تخفیف اندوه و حراس ما موثر بود چه موقعی که کشتی ما دستخوش انباز دریا شد و مانند گهواره به این طرف و آن طرف میرفت او برای جرأت دادن به ما می گفت همکنون گمت ها و منارهای قسطنطنیه ظاهر می شود. هر لحظه به وطن خود نزدیکتر می شدیم. راستی زنان فرنگی هیچگاه چنین جرأتی نداشتند. همین که هوا صاف و دریا آرام شد و سعادت دوباره به ما روی کرد از فرط شادی فریاد برابرد و گفت ماشاالله الله الله و ما همگی بر عرشه کشتی جمع شدیم و منظره زیبای مناره های قسطنطنیه را مشاهده نمودیم در آن روز همه چیز حتی صورت زشت ناخدا به نظر ما زیبا آمد پس از مدت و گرفتاری در زیر آسمان مهالود و پر ابر اکنون آسمان شفاف و آفتاب پر نور را دیدیم همین که کشتی لنگر انداخت قصور زرین مساجد مقرنس چمنهای زیبا همه با جلوه خاص خود در جلو چشم ما خود نمایی کردند سعادت وقتی معلوم درک می شود که بعد از مدتی بدبختی به آن نایلایی ما چون مرغان اسیری که از قفس آزاد شوند یک بار از کشتی پیاده شدیم و من که خود را در قسطنطنیه دیدم سبانه عمری که بر من گذشته بود در نظرم مجسم شد چون راه را خوب می دانستم یک سر به سوی منزل ایلچی رفتیم همین که از سلام و احوال پرسی و شرح حال خود فارغ شدم از اوضاع ایران و خانواده خود از او سوال نمودم و سپس از تلخی و ترش روی ناخدا سخن راندم محمد بیگ می گفت از بعد و ورود در میان و کفار به اندازه مسافرت با این کشتی ملوث و آلوده نگشتم محمد بیگ چون وسواسی بود از اتاق خود در کشتی بیرون نیامد با وجود این آزادی گرازان را دیده بود و می گفت اگر نمی ترسیدن ما را به خوردن گوشت گراز هم وادار می کردم. سپس محمد آقا بیگ شروع به شکفه و شکایت کرد و گفت از حیوان هم پستر شده بودم آقا بیگ همین که از کشتی پیاده شد چنان با اسب خود تاخت و تاز کرد که ترک خیال میکردند گنجینه ای از جهالت کفار را به یقما برده است به هر حال بعد از اینکه خانه برای کنیزک گرجی پیدا کردم به خانه ایلچی انگلیس رفتم تا نامه‌هایش را به او بدهم در راه به ناخدای کشتی برخوردم و چون دانست به قصد ملاقات با آقای او میروم سر تعظیم فرود آورد و دست دوستی به سوی من دراز کرد ولی من که دل پر دردی از او داشتم و به اعتنای نکرده راه خود را پیش گرفته و رفتم او در جای خود حیران مانده و به نشخار کسافاتی که دو ماه مشغول خوردن آن بود پرداخت در اینجا نیز انگلیسی ها مخصوصا نماینده شاه آنها پذیرای خوبی از ما کردند ولی از شما چه پوشیده که دیگر ریش های بلند ما در این شهر جالب نبود زیرا تمام شهر از ریش های بلند پر بود اینجا دیگر از خوبی هوا صحبت نمیشد و به علامت سلام و تعارف با یکدیگر دست نمیدادیم در این سرزمین تمام مراسم ادب و احترام با تعارف چپقهای دراز به یکدیگر انجام می گرفت. فصل 27 ورود حاجی بابا و همراهان به تهران و شرفیابی او به حضور قبله عالم پس از چند روز اقامت در قسطنطنیه چند استر تهیه و تمام لوازم خود را بر آنها بار کرده و به سوی کشور خود روانه شدیم همه شادمان و خرسند بودیم زیرا به وطن نزدیک می شدیم ایران سرزمینی بود که بارها در فرنگ سودای آن را در سر می پربرندیم. به این جهت از فرط شادمانی سر از پا شناختیم می برد گرچه به کوی تو هوای سفرم خبر از پای ندارم که زمین می سپرم ره کوی تو ندانم ز کجا تا به کجاست اینقدر هست که بازیچه دست قدرم باری ضمن سفر اتفاق قابل ذکری نیفتاد که عرض کنم فقط یک فرنگی که از طرف قبله عالم به نمایندگی پیش شاه فرنگ میرفت در راه با ما مصادف شد دلفریب مانند کسی که عزیزترین خویشاوندان خود را ببیند از شدت شادی و شعف به صدا درآمده فریادی از ته دل برکشید اما قاطرچی بیمروت چون این حرکت او را دید چند مشت محکم به سرش کوبید ما به طرفداری او برخواستیم اما جانبداری ما از دلفریب کار ای بود زیرا در این کشور طبقه نسوان جزء بهائم به شمار می آیند اینجا کجا فرنگ کجا چه خیال خامی در اینجا از آزادی نسوان دم زدن مشت بر نیش زدن است در اینجا اگر از آزادی نسوان دم زنی یوغ بردگی را به گردنت خواهد نفکند خلاصه هر قدر کشور خود نزدیک می شدیم خاطرات فرنگ از نظر ما بیشتر محف می شد تا کار به جایی رسید که پس از چند روز حق را به قاطرچی دادیم در این سفر که بر گرده اثر یورغه راه می پیمودیم ارزش آن گاری های فرنگ را دریافتیم سلل مسان رکابن تهیهم فلفلواتی تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی محمد به گاهی از شدت درد و خستگی مینالید و می گفت آن کفار خانه خراب غیر از آبجو خیلی چیزهای دیگر دارند که ما نداریم آیا ممکن است دولت مدد کند و بار دیگران گاری های قشنگ را ببینی؟ دیگر پرحرفی هم زیاد و غیر طبیعی بود و حوصله آن نیست که برای یک که آنها از فرنگ گفتگو کنم. چون به تبریز رسیدیم سر به آستانی با عظمت و جلال ولی اعظم سودیم و او چنان با تعمق و قور از ما سوال می که گویی چون فرشتگان و موکل در همه جا با ما بوده است خلاصه ولی در این اندیشه بود که چگونه ممکن است کشور ما را به پایی کشور فرنگ برساند و می ملک باید چون کشور فرنگ زیبا و آراسته گردد چیزی که در بازگشت ما به ایران که قابل ذکر می باشد این است که چند روز پس از خروج از ارزاروم دسته ای از کردان جلو ما را گرفته و میخواستند دسترازی به اموال و اشیای گرانبهای های ما کنند چون من حامل نامه و هدایای شاه فرنگ بودم بیشتر در معرض خطر افتاده بودم در این گیرودار گرچه ادهی از ترکان به کمک ما رسیدند و ما را از شر آنها خلاص کردند اما اسب لگدی به دهانم زد و سه دندانم را انداخت این بدبختی برای من گران تمام شد زیرا قوه ناطقه و طلاقت لسانم به این وسیله کاسته شد و من که امیدوار بودم در سایه طلاقت لسان بتوانم خود را در زیر سایه مخصوص شاه قرار دهم با این پیش آمد امیدم مبدل به یعص شد همین که از چنگ کردان خلاص شدیم سر صورت خود را بسته و با این وضع وارد تبریز شدیم قرار شد محمد بیگ جواب سوالات حضرت والا نایب السلطنه را بدهد و من هم به امید اینکه پس از رسیدن به قله پربرف دماوند دهانم خوب خواهد شد خود را برای جواب به سوالات شاه آماده می ساختم اتفاقا همینطور هم شد و در روز ورود به تهران جز فقدان دو دندان دیگر اثری از, از آن فاجعه بر جا نمانده بود دوستان مشتاق و یاران گرامی که مقدم ما را گرامی می شمردند تا کرج به استقبال ما از شما چه پوشیده من دوستی نداشتم که به استقبالم بیاید جز دو نفر همکار سابقم هم یعنی میر غزبان دیگری به من خوش آمد نگفت ولی من چنان لحجه و حرکات خود را تغییر دادم که کسی جرأت نکند مرا عالی خطاب نماید هنوز به شهر نرسیده بودم که خادمی از منزل میرزا روز آمد و دلفریب را برد از آن ساعت دیگر ما او را ندیدیم و گویی به کلی از این جهان رفت بر بسته است من مستقیما با سر و صورت و چکمه گردالود به خانه وزیر اعظم رفتم و مکاتیب شاه فرنگ را به دست او داده منتظر اجازه ایستادم همین که نامه ها را خواند اجازه ورود به من داد و امر فرمود بر گوشه نمد جلوی او بنشینم چون وزیر اعظم با من سابقه نداشت جز خوش آمد دیگر تعارفی با من نکرد بسیاری از آشنایانم مرا دیده میگفتند خوش آمدید میرزا حاجی بابا جای شما خالی بود راستی راستی چشم ما روشن شد همین که وزیر اعظم برای ارائه مکادی به خدمت شاه رفتند هزار یک باره مرا مخاطب ساخته و سوالات متعددی از من می کردن. یکی میپرسید فرنگ چطور جایی است دیگری میگفت الحمدلله حاجی زنهای خوشگلی دیده ای؟ یک ملای پیر خمیدقدی با قیافه عبوس و اخمی در هم گفت توف بریش شانبار کفار من البد و الالخطم نجسند یکی از مفتیان پرسید راست از فرنگیان پس از جماع غسل نمی کنند. یکی از منشیان با تمسخر گفت این چه فرمایش است فرنگیان همه نجسند دیگر غسل پیش آنها چه معنایی دارد یکی از تجار بسره گفت کتاب آسمانی انها انجیل است که چیزهای عجیب و غریبی در نوشته شده است ملای پیرو خمیده گفت کتاب آنها اثر و فایدهش از تخمی که شطور مرغ در بیابان میگذارد کمتر است مگر می شود کتاب آنها را با قرآن مقایسه کرد میخواستم با ملای پیر از در پرخاشجویی برایم و بگویم آخر تو از کجا بیفایده بودن انجیل را فهمیدی اما دیدم در میان گروهی از متعبدین که علل امیاء گفتار آخوندها را گوش میدهند سخن گفتن تیشه ای است که گوینده به ریشه خود میزند در خلال این اوقات وزیر اعظم خبر ورود مرا به عرض شاه رسانده بود پس یکی از فراشان خلوت وارد شده و با لحجه نافذ و برنده گفت شاه تو را احضار کرده است من فوری حواس خود را جمع کرده و راه افتادم فراش عبایی را با احترام به من داد که خود را با آن بپوشانم در بین راه کلمات را زیر و رو می کردم چون می دانستم سخن گفتن در حضور سلاتین در این حال که ممکن است موجب خوشبختی گردد ممکن هم هست تیشه به ریشه ی جان گوینده بزند همین که در خلوت خانه داخل شدم سر و کلی شاه را از دریچه دیدم چنان تعظیم قرائی نمودم که سرم به زمین سایید پس از عبور از خیابانهای مشجر نزدیک شاه رسیدم و فراش مرا امر به توقف داد شاه قدری مرا نگریسته سپس گفت پیش بیا من کفش را بیرون آورده تا کنار حوز مرمر رفتم و در آنجا زانو زده زمین ادب را بوسیدم شاه گفت تو حاجی بابا هستی من فقط تعظیم دیگری نمودم شاه خوش آمدی کرنش دیگری نمودم شاه در حالی که متبسم بود گفت خوب پیشکش یا هدیه ای برای شاه خود آورده اید؟ من عرض کردم جانم هم فدایت و هم پیشکشت چون چیزی بهتر از جان برای تقدیم خاک پای مبارکت ندارم و آن را حاضر نبودم اما با وجود این برای تقدیم به خاک پای جواهر بیست قطعه از سکه های فرنگ را همراه آوردم سپس بیست قطع طلا را که از فرنگ آورده بودم در سینی طلایی که فراش در پیچ من گذاشتم فراش سینی را برد و در حضور شاه نهاد شاه رو به وزیر کرد و گفت حاجی بابا از بندگان خوب و نمکشناس است و با روی سفید برگشته و روی شاه نزد او ارزش دارد وزیر اعظم بله بله هر جا که خاطر خطیر تمایل مبارک معطوف کرده صورتها همه سفید می شود. در این وقت قلیانی پیش شاه آوردن و او پوکی زد به من گفت خب حاجی فرنگستان را دیدی که ترجایی بود. من هر جا که شاه به پسندت نیکوست. هر عیب که سلطان به پسندت هنر است. شاه می شود آنجا را با ایران مقایسه کرد. من جانم به قربانت. چگونه توان آنجا را با اینجا مقایسه کرد؟ شاه؟ بله ولی هر کشوری حسنی دارد اما انصاف باید داد که اگر محسنات همه کشورها را جمع کنیم به اندازه کشور ما نمی شود سپس رو به وزیر کرده گفت میرزا می یا نه؟ آنگاه غزل حافظ را که مطلع آن این است خان خوشا شیراز و وضع بیمثالش خداوند نگه دار از زوالش وزیر گفت آن حیف القلم به به آفرین راستی خوش گفته و دور سفته اما با وجود اینها حافظ کیست در شعر گفتن با شاه ما برابری کند شاه دستی به ریش خود کشیده و گفت بعد نمیگویی من هم اشعار خوبی سرودم اما در حقیقت آن شاعر شهیر و بینظیر شیراز شایسته این لقب و این نام است او شیرازی بود و ارزش انتصاب به شیراز در او یافت میشد پس از این سخنان فسیح و بلیغ رو به من کرده گفت فرنگیان شاعر هم دارند من گفتم جانم به قربانت دارند اما زبانم لال شود اگر بخواهم آنها را با سعدی یا حافظ شیراز مقایسه نمایم شاه گفت حاجی تو مورد اعتماد ما قرار گرفته ای خب بگو ببینم بلبل هم دارند من گفتم خیر شاها بلبل در فرنگ نیست اما در عوض سگ فراوان است شاه از عقل و درایت من خوشش آمد و پس از یک خنده بلند و بار کلاجی به جان و قبله عالم قسم می توانم قول بدهم که شاعران آنها از های ما کمترند وزیر موقع را مناسب دیده گفت باریک الله ما شا الله به عقل و درایت و هوش و کفایت قبله عالم خدا را شکر میکنم که چون تو پادشاهی را به ما ارزانی داشته شاه خوب معلوم شد شاعر و سگ دارند دیگر چه دارند شنیدم زنانشان خوشگلند راست است یا نه من گفتم همچنان که نمیتوان منکر حضور جان نسار در پیش قبله عالم شد منکر فرمایش قبله عالم هم نمیتوان شد شاه ما که از همه توایف چرکسی گرجی ارمنی یهودی زن در حرمسرا داریم تنها نقصی که در این دست گل میتوان یافت نبودن یک زن فرنگی است آیا آجی آخر چرا به فکر شاه خود نبودی و یکی از آن خوب رویان را برای مخدوم خود نیاوردی بریشم قسم اگر این کار را میکردی مقرب درگاه ما میگشتی چه کنم شاه ها گرچه در این قسمت مقصرم اما اینقدر ادهی ای آنها زیاد بوده که نتوانستم کسی را قابل تقدیم کردن شاه بیابم اما جا دارد که به ایلچی دستور فرمایید تا دخترکی زیبا از فرنگ بیاورد شاه گفت یارو بعد نمیگویی بله ما یک زن فرنگی لازم داریم پس رو به وزیر کرده گفت یادت هست دیگر چه احتیاجی به فرنگیان داشتیم وزیر تعظیمی نموده گفت جان به قربانت جان نسار تصور میکنم دوربین هم لازم است شاه رو به من کرده گفت راست است که در آنجا میتوانند اسبابی بسازند که با آن اشیا را از دور دید حال که اعلی حضرت میفرمایند البته چنین چیزی ممکن است اما حقیقت این است که بخت با من یادی نکرد که چنین چیزی را ببینم اما چون چیزهای عجیب تر دیدم می توانم بگویم که چنین چیزی هم ممکن است شاه؟ نه ترس چه دیده ای بگو من عرض کردم یک کشتی دیدم که همچون اسب جهت مخالف باد راه میرفت و به قوه بخار به سرعت دریا را مینوردید. شاه قدری تعمل نموده گفت آجی اینجا دروغ نگو من شاه هم درست است که تو بسیار سفر کرده ای و دروغ های بزرگ گفتن زیبنده تو است اما بدان که به خرج ما نمی رود. چون سخنان شاه را شنیدم زبانم میخواست بند بیاید اما به خود جرأت داده گفتم به نمک شاه قسم سرم از تنم جدا شود جانم به قربانت راست میگویم و اگر اینجا یک فرنگی باشد که از روی مردانگی سخن گوید حرفهای مرا تصدیق خواهد کرد شاه از قسم تند و گرم من قدری نرم شد و گفت خب بگو ببینم چه بخاری اینقدر قوه دارد من آنچه راجع به دیگ بخار و تاثیرات آن بر روی چرخ ماشین ها میدانستم به عرض رساندم شاه پس برای به دست آوردن بخار کافی باید پدر سماورها و جد اعلای پاتیل ها را بیاورند آن وقت تازه بخار حاصل از آن ممکن است یک شطور را حرکت دهد نه یک کشتی را من عرض کردم اعلی حضرتا قطارهای بخار به قدری قوی هستند که قطارهای شطور را ممکن است در آن حرکت داد شاه عجب 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 اگر این طور از دوربین که بالای کوه را نشان دهد کار آسانی است سپس رو به وزیر کرده گفت بنویس قدری دوربین برای ما بفرستند وزیر کرنشی نموده گفت به چشم قربان شاه گفت خب دیگر چه دیدی اما سعی کن دروغ نگویی و الا به تو رحم نخواهم نمود من گفتم چشم به دیده منت دارم دیگر از چیزهای عجیب این که جادوگران فرنگی هر شب مشعل در دست در کوچه ها و خیابان ها گشته و تا صبح شهر را روشن نگه می دارند عجب این که چراغ های آنها فتیله و چوب لازم ندارند. شاه یعنی چه من شنیدم در کوه ها بخاری بلند می شود که می تواند آن را رو روشن نمود و غیر از این چیزی به سمع ما نرسیده از طرف دیگر عجایب و قرایب و جادوگران و سر در کوهستان ها و دور از آبادی زندگی می کنند در شهر من در جواب گفتم خوب به خاطرم آمد که یک نفر فرنگی به من اطمینان داد می نوری را به ایران بیاوریم که شعلهش روشنتر و خالصتر از روشنایی چراغهای ایران است و گبرها می توانند با داشتن آن همیشه اجاقهای خود را روشن نگه دارند شاه راست میگویی انگلیسیان ملت تاجری هستند و شنیده ایم که می توانند پارچه های عریض خوب ببافند اما نشنیدم بتوانند شعله و نور بسازند من به سر قبله عالم دروغ عرض نمی کنم ممکن است به ایلچی خود دستور فرمایید که یک صندوق از این مشعل ها بفرستند و اگر شدیدتر از آن بادهایی که من گرفتار شدم با آنها به وزد خاموش نخواهد شد و سالب و روشن به ایران خواهند رسید شاه معلوم می شود توفان های شدیدی دیده ای خب بگو هر چه می خواهد داره تنگت بگو من همچو برق کاری به کلم رسید گفتم بلی علا حضرت در راه انگلستان گرفتار طوفان شدیم که کشتی ما دستخوش باد شده از این سو به آن سو می رف. من چون در اندیشه انجام عوامر مبارک شاه بودم و از فرط دهانم باز بود باد سهمگین چنان به شدت وارد دهانم شد که سه دندانم را از ریشه کند و به حلقوم فرو برد پس دهانم را گشوده جای دندانهایی را که سوم اسب کور کنده بود نشان دادم شاه او عجب چنین طوفانهایی است من شنیدم بادهایی که از البرز میوزند به قدری شدید هستند که میتوانند ریش را از چانه بکنند اما این بادی که تو وصف می نمایی هیچ به خاطرم خطور نمی کرد. چون دانستم که خوب گوی را در میدان بلاغت سر و شاه را مغلوب افکار دروغ خود نمودم تصمیم گرفتم که سفر خود را سختتر و سعبتر نمایش دهم ده و اطمینان داشتم به پای مردی این دروغ ها قصر محکمی از مقام دربار برای خود بنا نمایم خلاصه قصر عمل خود را بر روی این باد قرار دادم پس چلان به توصیف سفر و دریا و نهنگ و مار و بی احترامی فرنگیان و نجاست آنها با فساحت سخن راندم که قلب بی آلایش شاه بهبو کانون محبت من گشت و از فرد شادبانی فرمود خلعت بترم بپوشانم دیگر چه گویم و چه تشریح کنم همینقدر وقتی از پیش شاه بیرون آمدم سر فخر و شرف به آسمان میسودم سخنان آمیخته با لطف و مرحمت شاه تا اعماق قلبم نفوذ کرده بود همه مردم به اسم اینکه مورد عنایت شاه واقع شده اما احترام نموده و در پیش من کرنش مینه بودند بچه بسا از آنها به من میگفتند دیگر از طالع خیشت چه ملتم باشد اما اگر آنها و شما اجازه بدهید عرض کنم هنوز آرزومند بودم هنوز به آخرین پله ترقی نرسیده بودم آرزوی خانی را در سر میپختم. آرزو داشتم فرمان خانی را به کلاه چسبانده سه روز در کوی و برزن بگردم تا خاص و عام مرا خان بدانند. بارها با خود میاندیشیدم و غیر از این در زندگانی خود نقصی نمیدیدم. بر وسیله بود میل خود را به گوش وزیر اعظم رساندم. بارها امیدوار بودم که شاه یا اشتباهم و یا از فرط لطف مرا خان بنامد و دیگر از میرزایی من دست بردارد اما موفق به چنین سعادتی نگشتم خوب میدانید که این وزیر اعظم میانش با من خوب نبود لذا آنچه را درباریان درباره من میگفتند گوش نمیداد و کرگوشی را پیشه خود ساخته بود وزیر اعظم فکر میکرد اگر من به لقب خانی ملقب شوم چه لقبی برای ایلچی خواهد ماند البته ایلچی که با وزیر اعظم خویشاوندی داشت پس از بازگشت از فرنگ متوقع لغبی بود از طرف دیگر من که یکی از گماشتگان دشمن او یعنی وزیر اعظم سابق بودم نبایستی ترقی نمایم با وجود این ناامیدی هنوز امیدوار بودم و با محبوب دیرین خود یعنی پولهایی که پیش از سفر دفن کرده بودم انس و الفت گرفته به خوشی زندگی را میگذراندم بسیاری از اوقات خود را صرف داستان سرایی از عجایب فرنگ می نمودم و شاه افتخار ایستادن را در حضور خودش به من تبدیز کرده بود کی میداند که زمانه، فرصت و قوه ناتقم مرا در تکمیل آرزوهای خود چه اندازه کمک خواهد کرد؟ آری با این آرزوها می زیستم و خود را سعادت من می دانستم آری؟ کوکب سعادت خود را در رفعت و اقبال و سهم ادبار خیش را در اقصا درجه حزیز و وبال دیدم حالا خواننده بزرگوار حاجی بابا پای تو را میبوسد و در زیر قبای تو امید حمایت دارد انشاءالله خدا سایت را از سرش کم نکند و با کمال شرم ساری و خاکساری ساری میگوید به خدا سپردم همه را پایان دوری کتاب دوستان عزیزی که در طول قصه حاجی بابا با ما همراه بودید من به خاطر اشتباهاتی که در کتاب بود و بعضی اشتباهاتی که خودم قطعا مرتکب شدم ازتون پوزش میخوام قصه به سر آمد اما قصه های دیگر و کتاب های دیگر در راه خواهد بود